ندانستن حقوق و عهده‌داری هایشان با مهاجران در خارجه مشکلات های زیادی را پیش رو می آورد. در برابر این در خارجه هستند نفرانی که از ناآگاهی مهاجران استفاده برده آنها را به دام فریب خود می کشند. با وعده دادن مبلغ کلان این طایفه ها مهاجران را به خود جذب نموده سپس آنها را به دیگر هم مسلکان خود می فروشند. با مقصد به این گونه حالات ها دچار نگشتن مهاجران تشکیلات جمعیتی نسل نو در ناحیه ظفرآباد سمینار با آیله هایی که نفری از آنها در مهاجرت مهنتی قرار دارد در موضوع مهاجرت مهنتی و علاقمندی آن در خرید و فروش انسان دایر نمود. این سمینار در دایره لایحه اینتگراسیای مهاجرت مهنتی برگزار گشت. لایحه به واسطه با دستگیری سفارتخانه ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان راه اندازی می‌گردد. مسئله خرید و فروش انسان همچون غلام یکی از مسائل‌های نگران کننده جامعه به شمار می‌رود و برای پیشگیری و برطرف نمودن آن همه کشورها مبارزه می‌برند. بسیار در دهات بسیار آدمان میگن اهالی از جهت معلومات نوکی اویدی پیشگیری یعنی این جنایت نامطلوب یعنی خرید و فروش انسان کم معلومات دارند. و امروز سمیناری که با اعضای اویلی مهاجران مهنتی و اینچنین خود مهاجران مهنتی برگزار میگردد دوری موضوع خود مفهوم مهاجرت نمودی مهاجرت و اینچنین طرزی و ترتیب دروی حجات ها در فدراسیون روسیه و اینچنین مفهوم خود خرید و فروش انسان، سوبیکت های خرید و فروش انسان که ها بسیارتر جبر دیده خرید و فروش انسان میگردند و اینچنین اون جوابگری هایی که در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و در قانونگذاری بین المللی اویدی برای صادر کردن جنایت خرید و فروش انسان وجود است امروز موضوع در بر میگیرد. سفر ولی ساکن 24 ساله ناحیه ظفرآباد است. وقتی که سال 2011 به مهاجرت مهنتی به فدراسیون روسیه سفر میکند در آنجا با مشکلی دچار میشود. او در این سمینار اشتراک نموده معلومات کافی پیدا نمود تا آینده فریفته این گونه اشخاص نگردد. او حالا در لیسه کسبی در کورس کوتاه مدت در اختصاص راننده تراکتور تحصیل نموده میخواهد که آینده به روسیه رود. 2011 رفتگی بودم. پلرم کور میکردم. اشن دکمنت میکنم گفت رفت دکمنت و پاسپورت من دادن. بعد او دکمنت میکنم گفته گرفت دکمنت خواه اومد فهمی از خواه پید مراخد دکمنت اشتراف که اشتراف پلاتید کردم کور کرده گشتم همین کتی کور خوب شد کور کردم. حالا رسمان 1 میلیون نفر تاجیک در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار دارند. آنها هر روز با مشکلات های گوناگون دچار می شوند ولی مشکلات اساسی و نگران کننده این شامل شوی به گروه های افراطی در سوریه و عراق می باشد. سالهای اخیر طبق اطلاعی مقامات کارهای داخلی تاجیکستان زیاده از 1000 نفر تاجیکان به سوریه و عراق رفتند. از بین این نفران تاکنون 300 نفرشان هلاک گشتند. طبق معلومات ها اکثریت این نفران در مهاجرت مهنتی به گروه های افراطی شامل می شوند. رستم میگه احمد و فیروزه مرجومایه و فاروق غفوروف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.